آرش آرت فروشان هستم با آموزش آواز. بچه‌ها صدا سازی تموم شد. یعنی چی؟ یعنی که ما این تمرین رو دیگه باید هر روز انجام بدیم به عنوان وارم اپ. تا الان هر جلسه ای گذاشتم و لطفاً قشنگ با دقت ببینین. حالا به جز اون 7 جلسه مقدماتی، جلساتی که اخیراً گذاشتم پشت سر هم دیگه و شما رو بندی کردم واسه اینکه شما یاد بگیرین صداتون رو گرم کنین و صدای ذاتیتون رو پرورش بدین به صورت درست و اصولی. بعد میتونیم بیاین سراغ این جلسه و اولین تکنیک آوازی که خیلی هم خوشگله رو با هم دیگه شروع کنیم. ویبره. اصلا باید بدونیم ویبره چیه. توی جلسه قبلی یکم در موردش صحبت کردم، بهتون نشون دادمش تقریبا چه شکلیه، اما میخوام بیشتر در موردش صحبت کنم و برم یاد بدم چند تا تکنیک باحال بهتون یاد بدم واسه اینکه پرورشش بدین. بچه‌ها من سعی میکنم این جامع ترین ویدیو در مورد تکنیک ویبره باشه و همتون رو یک ماه ماکسیمم دو ماهه برسونم به این تکنیک، اما زودتر نرین سراغه، چون قطعا هم اگه شکل بگیره درست نیست. باید طول بکشه بچه‌ها، باید این حنجره یواش یواش عادت کنه به این حرکت. ما قراره که از یه خط صاف بیایم به یه خط اینجوری موجدار منتها موجمون به چه شکله بچه‌ها. موجمون با نوت قبله، یعنی صدای ما میره عقب و میاد سر جاش وای میسته، جلو نمیره. اگه بره جلو میشه یه تکنیک تقریبا آرنبی توری. خب پس فرق داره با هم دیگه، میره عقب. الان میخوام با گیتار بهتون نشون بدم. با پیانو هم خیلی ساده است بچه ها، با پیانو که خیلی ساده تر از گیتاره، دقیقا نوت قبلی، هر کلاویه که گرفتی کلاویه قبلی رو باهاش میزنی. پس بنابراین اول برم با گیتار نشونتون بدم. یه نرم افزار بچه ها به اسم موزیک اسپید چینجر خب براتون میذارم، اما متاسفانه فقط واسه اندرویدش من عکسش رو گذاشتم. واسه آیفونم 100% یه چیزی شبیه این داره، حالا یا همین کمپانی شکل دیگه ای داره یا شاید هم مثلا شبیه این باشه. حتما دانلود کنید، خیلی به درد میخوره. چه بچه‌ای که گیتار میزنن، نمیدونم اصلا نوازندن، چه بچه‌ای که خواننده‌ن، میتونید با کم کردن تمپو آهنگا متوجه شین که خواننده داره چی کار میکنه، از چه تکنیکایی استفاده میکنه، مثلا ویبره رو چه جوری میده، ویبراتور چه اتفاقی توش میفته. الان ما میخوایم در موردش صحبت کنیم. یا حتی میتونید تونالیته آهنگ رو عوض کنید، گام آهنگ رو عوض کنید و اصلا برای خوندن فوق العاده است آواز تمرین کردن. خلاصه عالیه. حالا در ادامه بیشتر در موردش صحبت میکنم، چه تو مپس گیتار واسه گیتاریستا، چه واسه خواننده. اولین استفاده‌ای که میتونید ازش بکنید اینه که برید واسه یه خواننده‌ای مثل حامی، مثل گوگوش که خوب ویبره میدن و صداشون رو کند کنید. بعد وقت متوجه میشی طرف داره چیکار میکنه، میای میرسی به حرف آرش که بهت گفت یه نوته که داره عقب و جلو میره. عقب میره یعنی میاد سر جاش وای میسته. اینجوری درست تره بهتون میگم. حالا دو تا تمرین داریم. اکثر مدرسا من دیدم یه دونه شو میگن، یا اولیو میگن یا دومیو میگن. حالا یا گناهشون رو نشورم، ولی یا میخوان که بری سر کلاس یکی دیگر رو بهت بگن، یا اینکه خب فکر میکنن همین بسه، ولی کافی نیست چون من جواب نگرفتم از یه دونش. خب اولا یه روش سنتی داره که ما اون موقع حتی من خودم هم وقتی میدم دیگه یه نفر هیچ جوره متوجه نمیشه، اون روش سنتی رو بهش میگفتم، میگفتم مشتتو گره کن، مثلا میگه تکونش بده تکون بخوره، بعد یواش یواش سعی کن از این مشت استفاده نکنی. ولی واقعا اینم بعضی وقتا جواب نمیده، حتی اینم جواب نمیده بعضی وقتا. اما اگه این تمرینی که میگم خوب گوش کنی جواب میگیری. تمرین علمی. تمرین اولمون اینه که ما بیایم استکاتو انجام بدیم. اول بهتون میگم استکاتو یعنی چی. بچه‌ها ما یه نوت صاف داریم، میگیم آ. اگه بخوایم استکاتو این نوتو چند بار پشت سر هم اجرا کنیم میگیم آ 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 آ، قطع میشه. قطع یعنی مقطع. بخوایم لگاتو کنیم میگیم آ، مثلا با نوت قبلی شروع میکنیم، با هم موج سواری کردن، مثلا یه موج میمونه به هم میچسبه و خیلی نرم عوض میشه. ولی مثلا همین رو بخوایم استکاتو بگیم آ آ آ آ آ آ، خیلی میدونی قطع میشه، ولی آ این لگاتو. حالا ویبره در نهایت یه تکنیک لگاتوه، اما ما استکاتو اول تمرین میدیم. چرا؟ چون که ما توی استکاتو قدرت تفکیکمون بیشتره. خب استکاتوش چجوریه؟ مثلا یه نوتی مثلا مثل می، سیم دو فرت یک یا سیم چهار فرت دو، میایم استکاتو اول میزنیم، میگیم آه آه استکاتو. اما مثل خندیدن، میخوای بخندی نمیگی اه 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 اه، نه میگی یه هی تو صداته، با خیلی این کار بکن، یعنی بگو ها 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 ها، بعد سرعتش زیاد کن ها 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 ها،
ولی زیاد همینجوری نه ها، مترونوم بذارین از یه تمپوی مثلا اینجوری ها 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 روی یه ضربی هم بذارین، یواش یواش ها 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 دونه دونه بیاین بالا، مثلا مترونوم دونه دونه مثلا 10 تا 10 تا 10 تا تمپوی مترونومتون رو زیاد کنید. بعد فقط به یه مسوت ختم نکنید تمرینتون، یعنی چی؟ فقط با ها نکنین این کارو. ما چند تا مسوت داریم، ها ه هو هی، همه اینا رو تمرین کنید. مثلا یه بار بگین ها 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 هو 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 هو. اینو بهتون میگم اکثر خواننده ها روی ویبره روی او و او ضعیف ترن تا مثلا ویبره روی آ و ا یا ا، ای او او سخت تر ویبره. شما با این تمرین راحت میتونید به اون ویبره دست پیدا کنید. پس بچه ها او غلطه ها، ضربه میزنه به حنجرتون تا رسوتتون. هو 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 مثلا انجام بدید میفهمید که هیچ فشاری روش نیست. کلا که بعد وارم اپ کنید بعد بیاین سراغ این تمرین ها. کلا من وارم اپ به شما یاد دادم، یعنی صدا سازی رو بعد قشنگ 5 6 جلسه گذاشتم واسه گرم کردن صدا رو انجام بدین. قبل از اون بیاین روی این تمرین ها اصلا اشتباه محضه، صداتون باید گرم باشه، وارم اپ کرده باشین. خب این یه تمرین. پس شد استکاتو، تمرین کردن هر روز. قرار نیست دو روز سه روز دو ساعت ویبره ما درست بشه، نه، شاید یه ماه طول بکشه و هر چی بیشتر طول بکشه تکنیک زیباتری بهتون تحویل میده. اینه که میبینین ویبره میزنن زیاد قشنگ نیست چون واسه زحمت نکشیدن. خب و ویبره یه تکنیک فراره، مثلا من الان عمرن نمیتونم به خوبی یه استاد آوازی که هر روز داره این تکنیکو درس میده این تکنیکو اجرا کنم، چون داره هر روز تمرین میکنه. خب پس بنابراین هر روز تمرین میخواد. من خودم هم تمرینام هر روز نیست، اگه یه روزی بخوام برم روی استیج 100% هر روز تمرین میکنم، مخصوصا وارم اپ. پس این یه تمرین، تمرین اول استکاتو. حالا تمرین دوم لگاتو. اصلا بهتون میگه ویبره چجوری درست میشه. خب چجوری است لگاتومون؟ میره همین نوت می رو بگیریم، انگشت یکمون رو آماده بذاریم رو نوت می بمول یا ردیز قبلش. خب می رو که میزنیم لگاتو کنیم، انگشتمون رو لگاتو کنیم، بگیم و با مترونوم تندش کنی. بچه‌ها با پیانو، الان بچه‌ها میگن آقا تو نرم افزار پیانو دادی، با پیانو تو تا کلاویه پشت هم بگیری تو کلاوی سفید اون که خیلی راحته. برای همین من با گیتار چه اجرا کردم، چون گیتار بچه‌ها یه خوبی نسبت به پیانو تو این تمرین داره، اینکه لگاتو هم داره، یعنی شما اصلا ویبره رو میشنوی روی گیتار. خود گیتار رو نگاه ببینی، یعنی چیز حالا ویبرای دیگه هم رو گیتار داره، این همچین ویبره ریزیه، حالا خیلی گوشه مسلح میخواد. بچه ها برم ادامه بدم صحبت همو. پس اینو یواش یواش با مترونوم تمپوشو زیاد میکنیم تا بشه بشه ویبره یواش یواش. خب اصلا قرار نیست عجله کنیم. اینم پس از تمرین لگاتو. بچه لگاتو رو فقط رو میقه هنیس انجام بدیم ما. هر جا دلت خواست برو نوتایی که تو صدات راحته تو گام تلایید، نوتاتو پیدا کن، با نوت بغلیش کناریش شروع کن زدن. فقط بچه نوت بمتر ها، یعنی این با این نمیشه، این میشه تمرین مثلا تحریر آرمبیتوری و اینجوری تو آهنگای مثلا امیر تتلو و اینا میشتم این انجام میدن. این دسته تکنیک دیگه است، ویبره با نوت بمتر کناریش توی پیانو. بچه ها نوت سمت چپیش، اینجوری بهتون میگم کلاویه سمت چپش، هر کلاویه رو گرفتین با کلاویه سمت چپش بعد لگاتو کنید که صداتون بیس بشه و برگره سر جای اولش. این از تمرین های ویبره. توی ویدیو بعدی یه کوچولو براتون بازم ویبره رو اجرا میکنم که بازم با مدل های اصوات مختلفش آشنا شید. مثلا سعی میکنم یه دو تا دونه آهنگ که جفتش داشته باشه براتون اجرا کنم. دو تا قسمت کوچولو از دو تا آهنگ خوشگل براتون میخونم در سر کدوم دو بیت. فقط میخوام روی مسابقات آ ا او بشنوین ویبره رو. دقت کنین بچه‌ها، آهنگ اول میگه بروم شادان به فلک، دور از غم ها دور از همه کس، ندهم من راه به کسی، در بزم یار من باشم و بس. این یه آهنگ، مثلا کسی همه کس، یا مثلا یار، اینا ویبره هاشه. یا مثلا رو او، ببینید روی او هم میشه انجام داد. مثلا من همونم که یه روز
میخواستم دریا بشم، میخواستم بزرگترین دریای دنیا بشم. تمام اینا ویبره داشت. من سعی کردم که محسوس باشه، گوشتون قشنگ بشنوه. تمرین کنید تا بتونید این ویبره ها رو بزنید. خیلی هم نزنید بچه‌ها، گفتم خیلی بزنید دیگه واقعا. حالا من برای اینکه شما گوشتون خوب بشنوه سعی کردم رو هر کلمه‌ای که میشد یه چند ثانیه ویبره بدم. ولی بجا تکنیکو استفاده کردن از شما یه خواننده حرفه‌ای می‌سازه. شماها فوق‌العاده این موفق باشید.